زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می دهند و زن در جایگاه مادر، همسر، معلم، استاد دانشگاه و غیره نقش بزرگی در تربیت جامعه و توسعه انسانی دارد. با وجود چنین جایگاه مهمی، متاسفانه زنان همواره در معرض انواع تبعیض و خشونت قرار داشته و دارند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 17 اکتبر 1999، روز 25 نوامبر برابر با چهار قوس هر سال را روز جهانی رفع خشونت علیه زنان نامید و مهمترین هدف از این نامگذاری یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان است. خشونت علیه زنان ریشه در تبعیضها و ظلمهای تاریخی دارد و منحصر به فرهنگ و جامعه خاص نیست. برای نمونه، یونانیان زن را زاده شیطان می دانستند و او را صرفا خدمتکار و کالای معامله شدنی می پنداشتند. هرچند رومی ها در قوانین و حقوق پیشرفت زیادی کرده بودند. عقیده آنها درباره زن این بوده است که او را به علت نداشتن روح انسانی برای هش در روز قیامت لایق نمی دانستند. در نظر رومیان زن مظهر شیطان و انواع ارواح موزی بود. در میرا سهیم نبود و مانند زن در یونان بیشتر جنبه کالای قابل معامله را داشت. در چین قدیم اگر در یک خانواده دختری متولد می شد، آشنایان و نزدیکان به آن خانواده تسلیت می گفتند. آنها شیطان را خالق دختران و توقع لعنت می انگاشتند و آنان را در صحرا رها می کردند یا به برد فروشان تحویل می دادند. گاهگاهی نیز دوشیزگان را برای خدایان خیش قربانی می کردند. خرید و فروش زنده گور کردن، سربریدن، غرق کردن در آب یا به ارث رسیدن زنان به وارثین نیز در عربستان جاهلی رواج داشت. عربهای دوره جاهلیت زنان را در زمره حیوانات یا لوازم زندگی قرار می‌دادند و از ارث حقوق اجتماعی و فردی محروم کرده بودند. به علاوه که از نظر حقوق انسانی خب او را به مساوی انسانات نمیدونستن چون انسان خودش از خود اختیار داره و حق انتخاب داره این را از زن گرفته بودند از نظر حقوقی هم برای از او حقی قایل نبودن مثل امروزی که اسلام حق ارث، حق نفقه، حق مهریه برای زن یعنی حقوق اقتصادی برای زن قرار داده، حق کسب و درآمد برای زن قرار داده. ولی در قبل از اسلام در جوامع قبل از اسلام به این صورت نبود اصلا ارزشی نداشتن زنان و همینطور در خود عربستان زنان زنده به گور میشد زنان به ارث برده میشد و ارث زن به زن داده نمیشد و حتی ما داریم در بعض موارد زنان را نکاح میکردن نکاحی دارن به نام نکاح شغار و بعد بعد از مدتی که می دیدن که این زن به اصطلاح می که همون ارس و درامد از او را مال خود بسازن و این نکاح را صورت می با بعثت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله به زنان توجه بیشتری شد و آنان از حقوق فردی و اجتماعی برخوردار شدند. توجه به زنان در این دین مبین منحصر به فرد و بسیار متمایز از دیگر ادیان آسمانی و غیر آسمانی است. در آیات قرآن اگر شما نگاه کرده باشین مردان و زنان همیشه دوشا دوش هم ذکر میشن برای نمونه سوره مبارکه نحل آیه 97 نگاه کنید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر او انفا و هو مؤمن میفرماید کسی که کار شایسته انجام میده چی مرد باشه و چی زن باشه تنها شرطش این است که مؤمن باشه ایمان داشته باشه چنین انسانی را خداوند میگه فلنوح ینه حیاتا طیبه به او زندگی پاک عطا میکنه پس نگاه کنید در این یک ای آیه است یک ای نمونه است اگر کسی میخواه بدانه خدا پیغمبر اسلام در مورد زن چی میگه این آیات ها سهل کنید این آیه میگه مرد و زن فرقی نمیکنه کار شایسته وقتی انجام داد حیات طیبه را دارا خواهد بود چه مرد باشه و چه زن باشه بیگمان اسلام در حفظ کرامت و حرمت انسانی بین زن و مرد هیچ تفاوتی قائل نشده است در آین اسلام زن و مرد به عنوان بشر و اشرف مخلوقات مشمول عنایت ویژه خداوند شدهاند و هرگاه از کمالات انسانی صحبت به میان میآید زنان و مردان همپای یکدیگر معرفی می شوند. این نکته را باید تصریح کرد که قرآن کریم به عنوان قانون الهی نیکوترین و مناسبترین وجه کرامت و عدالت را در حق زن بیان کرده است. اسلام برای زن شخصیت داد از نظر کرامت انسانی آیه سری قرآن هست ولقد کرمنا بنی آدم کرامت مال فرزندان آدم است این کرامت نیامده که مخصوص شود که بگه مال فرزندان ذکور یا مال رجال اینجا عموم آمده آیه برای تمام فرزندان آدم کرامت هست که اون کرامت هم در سایه ایمان و عمل به دست می آید. امروز غرب روزهای را رو به نام روزهای به اصلاح زن یا مثلا خشونت علیه زنان قرار داده در حالی که هزار چند سال پیش اسلام برای مردان در جامعه هشدار کرد که اگر این حقوق را از زنان زایه کنید شما را به مجازات میکشانیم وعده مجازات داد برای مردان پس میتونیم بگیم که دین اسلام کاملترین ادیان است که در بین تمام ادیان وجود داره و کاملترین دین است و پیامبر بزرگوار هم با سفارش های خود با دستورهای خود از زنان به نحوه های مختلفی در هر ابعادی حمایت کردند چه در بود فردی چه در بود خانوادگی و چه در بود اجتماعی